دوستان عزیزم سلام، شما به فصل پنجم کتاب سلیته نوشته سارا افراسیابی گوش میدید. فصل پنجم، بدن من. مادرم زن لاغرندامی است که نه حاملگی و زایمان و نه گذشت سالیان عمر هیچ تأثیری بر تناسب اندامش نداشته است. از آن زنهایی که همه حسرتش را می‌خورند، چون هر چقدر هم بخورد هرگز چاق نمی شود. اما من هیچ شباهتی به او ندارم و ژن چاقی را از خانواده پدریم به ارث بردم. اکنون دیگر با آن به صلح رسیدم، گرچه مسیر پرپیچ و خمی را طی کردم. در آن سالها اطرافیان مدام به من غر می زدند که چون چاقم و زیاد می خورم به این زودی سینه هایم رشد کرده و انقدر به چشم دیگران می آیم. از همون سن کم یاد گرفتم که باید نامرئی باشم، باید سینه هایم، بدن چاقم، پریودیم، ظاهرم و هر آنچه را که به من ربط دارد پنهان کنم. در کنار تمام محدودیت های دیگر، خوردن غذا هم برایم با ملاحظه و احساس گناه همراه شده بود. وقتی بزرگتر شدم اوضاع تغییری نکرد و حتی بدتر هم شد. من جزء آن گروه از دخترهایی بودم که از نظر خانواده، جمع دوستان و جامعه زیبا نبودم. من ملاک‌های نانوشته زیبایی را نداشتم، نه قد بلند و کمر باریک، نه بینی سربالا و نه موهای پرپشت و جذاب. من هیچ یک از اینها را نداشتم. هر لقمه غذایی که می‌خوردم از دید اطرافیان پنهان نمی‌ماند. سعی می‌کردم سریع غذا بخورم تا بقیه نفهمند که چقدر خوردم. شبیه موشی بودم که در گردونه ای معیوب گرفتار شده است. من از نظر دیگران زیبا و خواستنی نبودم. چاق و قد کوتاه بودم. با خودم سر لج افتادم و فکر می کردم حالا که لاغر نیستم دیگر این که چقدر چاق شوم فرقی ندارد. پس می خوردم و زیاد هم می خوردم. از طرف دیگر مورد سرزنش دیگران قرار می گرفتم. عصبی و ناراحت می شدم و باز هم می خوردم و همه اینها یک نتیجه داشت: چاقی. انگار با بیشتر غذا خوردن می خواستم از خودم انتقام بگیرم، انتقام سرزنش های اطرافیان، مقایسه با دوستان و دختران لاغرندام فامیل، نگاه‌های معنیدار بقیه سر سفره و شمردن تعداد کفگیرهای برنجی که می‌کشیدم، تحمل سخنرانی‌های طولانی در مدح لاغری، انتقام همه و همه را از بدن سالم و زیبایم گرفتم، بدنی که کالبد من است و در آن زندگی می‌کنم و به من خدمت می‌کند. حالا که بعد از صرف وقت و انرژی بسیار زیاد توانستم این چرخه معیوب را بشناسم، بیش از پیش از رفتار اطرافیانم آزرده می شوم. به راستی چه کسی به آنها اجازه داده بود آن طور بی‌رحمانه من را مورد هجمه انتقاد قرار دهند و اظهار نظر کنند؟ چگونه توانستند به راحتی با به زبان آوردن قضاوت‌هایشان درباره بدن دختری نوجوان او را تا این حد از خودش بیزار کنند؟ چطور توانستند من را به این باور برسانند که از ظاهر و بدنی که مادرزادی بود متنفر شوم؟ همه این فشارها به این دلیل بود که اگر زیبا و خواستنی نباشم احتمالاً خواستگار خوبی هم نخواهم داشت و به قول آنها روی دستشان میمانم، در حالی که بدن پسران و مردان در آن روزها هرگز با این خط‌کش و معیارهای دقیق اندازه‌گیری و قضاوت نمی‌شد. گیس گلابتونم، می‌خواهم بدانی که بدن تو به هر شکل و اندازه‌ای باشد زیباست
و هرگز نباید بگذاری فشارهای اجتماعی برای همرنگی با ملاک‌های زیبایی از تو عروسکی بیمار بسازد که گرسنه و در حسرت یک تکه شیرینی در مطب دکتر زیبایی منتظر نوبت باشد. تو باید از روحت و بدنت به خوبی مراقبت کنی، غذای سالم و مفید بخوری و تحرک داشته باشی و خودت را همونطور که هستی بپذیری. بدن تو خانه توست و باید همیشه مراقبش باشی. بدن تو آفریده شده که به تو خدمت کند و تو از آن مراقبت کنی و سپاسگزار باشی. من به عنوان مادرت تو را هر طور که باشی دوست دارم و هرگز تو را قضاوت نخواهم کرد، اما به تو پیشنهاد می کنم مسیر رفت و برگشت به پیتزا فروشی محبوب من را پیاده و با گوش دادن به موسیقی مورد علاقه تو طی کنیم، یا اینکه دست در دست یکدیگر و رقص کنان زهر سختی های زندگی را از تن بدر کنیم. تعادل تنها چیزی است که من و تو هر روز باید با هم تمرینش کنیم تا یادمان نرود غذا فقط برای تولید انرژی مورد نیاز بدن است که می تواند با لذت همراه باشد و وسیله انتقام یا پر کردن خلأهای روحی ما نیست. در نوجوانی هم از مهمانی متنفر بودم، چون به محض اینکه زنهای فامیل دور هم جمع می شدند درباره من و بقیه نظر می دادند. هر بار که من را می دیدند یک جمله را مدام تکرار می کردند: وا تو که چاق‌تر شدی. و این جمله هر بار تکرار می شد حتی اگر روز قبل من را دیده بودند. نمی دانم چه کسی به آنها اجازه داده بود که من را قضاوت کنند و با بقیه دختران لاغر فامیل به مظهر زیبایی بودند مقایسه کنند. هر بار با بیرحمی به روح من تجاوز می شد و اسم دلسوزی بران می نهادند. هیچ کس با خودش فکر نکرد که مشکل کجاست، اصلاً چگونه می شود این مسئله را حل کرد، و به جای نصیحت های کسالت آور و سرزنش های آزار دهنده به من کمک کند تا بتوانم رابطه منطقی و سالم با غذا خوردن داشته باشم. از نظر آنها من دختری چاق و قد کوتاه بودم که جز غذا خوردن کار دیگری نداشتم و نمی توانستم جلوی شکمم را بگیرم، یا به قدری تنبل بودم که عرضه نداشتم رژیم بگیرم یا ورزش کنم. به رغم این که همیشه یکی از شاگردهای درس خان و مدرسه بودم و نمرات خیلی خوبی می گرفتم، ولی چون لاغر نبودم چندان جدی گرفته نمی شدم. عزیزکم، باید به تو بگویم که این دید نسبت به زنان هیچ وقت از بین نرفته است و جامعه نگرشی متفاوت و انتظاراتی متناقض از آنان دارد. زنی مورد پسند عموم است که نه چاق باشد و نه لاغر و استخوانی، باید زیبا و خواستنی باشد تا مردان او را دوست بدارند. زن با ظاهر متناسبش باید بتواند خواستگاران خوبی برای خودش دست و پا کند، اما نباید زیاد هم جلب توجه کند. درست مثل عروسکی در پشت ویترین، زنی زیباست که به هر قیمتی خودش را در قالب‌های تنگ زیبایی فرو کند، و اینکه برای رسیدن به این هدف ممکن است چه صدمات روحی، جسمی یا حتی مالی ببیند هیچ اهمیتی ندارد. اما از طرف دیگر باید نجیب و چشم و گوش بسته و به اصطلاح خانم باشد، و البته نباید بی عرضه و احمق هم باشد تا بتواند مردش را برای خودش نگه دارد. باید به شوهرش توجه کند و زنانگی بلد باشد، او را مشتاق و علاقه‌مند نگه دارد و هزاران باید و نباید دیگر. عزیز دلم، در کشور من زنان نباید برای رشد شخصیشان تلاش کنند، نمی توانند برای زندگیشان هدف داشته باشند
و برای اهدافشان بجنگند، بلکه باید مانند بندبازهای سیرک همیشه تعادلشان را در ارتفاع حفظ کنند و زمین نخورند. میدانی زندگی با چنین احتیاط و استرابی چقدر سخت است؟ اما دختر نازنین من، مادر تو هیچ وقت نتوانست آن بند باز حرفه‌ای باشد که جامعه از او توقع داشت. همین خاطر هم همیشه مورد قضاوت‌های بی‌رحمانه، انواع تحقیرها و تجاوزهای روحی قرار گرفت. هر روزی که می‌گذشت نفرت من از بدنم بیشتر و بیشتر می‌شد. بدنی که آن همه سلامتی و زیبایی در خود داشت، بدنی که سالها در آن زندگی کرده بودم، بدنی که بدون هیچ انتظاری میزبان روح من بود، دویم منزجر کننده شده بود، طوری که بارها و بارها رژیم‌های سخت به خودم آسیب زدم. خواستم آن چند کیلو اضافه وزن را کاهش دهم، فقط برای این که مورد پذیرش و تایید دیگران باشم، انواع رژیم های ناسالم و قرص های لاغری دستاوردی جز معده درد و ضعف بنیه برایم نداشت. علاوه بر اینها سالها تلاش کردم روی کفش های پاشنه بلند تعادلم را حفظ کنم و متوجه نبودم به قیمت تنها کمی بلند تر دیده شدن چه آسیبی به ستون فقراتم میزنم. بارها زیر آفتابی که پوست صورتم و بدنم را سرخ می کرد و می سوزاند، حسرت دوستانم را می خوردم که پوستی تیره تر داشتند و به قول خودشان مثل من شیر برنج نبودند. اما من نمی توانستم مانند آنها برونزه و لوند باشم. حتی زیر تیغ جراحی هم رفتم تا بینی باریکتری داشته باشم که کمی دیده و تایید شوم. این داستان شکست یک انسان نیست، بلکه داستان شکست یک ایدئولوژی فکری است که زنان را بی عیب و نقص می خواهد. از زنان می خواهد ابر انسانهایی ظریف باشند، زنی که به تازگی زایمان سختی را پشت سر گذاشته و شب تا صبح در حال آرام کردن نوزادی بوده که دلرد داشته است، اما با لبخندی بر لب و روی گشاده شام مفصلی برای مهمانانش تدارک می‌بیند و در جواب سوال اطرافیان که می‌پرسند چرا خودش غذا نمی‌خورد بگوید که رژیم دارد. چه تصویر احمقانه‌ای! تا اواسط دهه دوم زندگیم به همین منوال گذشت، اما کم کم متوجه شدم که هر چه تلاش کنم هرگز در آن قالب تنگ زیبایی مرسوم جا نمی شوم و فقط آسیب می بینم. در نهایت پس از کندوکاوهای روانی توانستم با خودم و بدنم آشتی کنم و خودم را همین طور که هستم با تمام نقاط ضعف و قوتم بپذیرم. به این نتیجه رسیدم اصلاً چه کسی معیارهای ضعف و قوتم را تعیین می کند. معیارهای زیبایی که در طول 100 سال چنین تغییر کرده چه اصالت و ثباتی میتواند داشته باشد؟ همین اضافه وزن و چاقی در 70-80 سال پیش نشانه سلامت و زیبایی بوده است، چه در میان فرهنگ عامه و چه در دربار شاهان. حال چرا لاغری مد شده؟ دخترم، به نظرت علاوه بر فرهنگ ضعیف جامعه، نظام سرمایه‌داری در تلقین چنین معیارهایی به مردم چه نقشی دارد؟ صنعت پوشاک، لوازم آرایشی، جراحی پلاستیک و زیبایی و حتی شبکه‌های پورنوگرافی چه چیز را در رسانه‌ها به طور مستقیم و غیر مستقیم تبلیغ می‌کنند و به خورد مردم می‌دهند؟ مردمی که بی هیچ فکری آن معیارها را می‌بینند و می‌پذیرند. دخترم، می‌خواهم به تو بگویم پذیرش آنچه بودم اصلاً کار آسانی نبود و نیست، چون هنوز همگاهی دچار لغزش می‌شوم
و مقابل قضاوت‌های دیگران درباره بدنم سکوت می‌کنم، یا چند ثانیه‌ای خودم را با فلان خواننده روی جلد مجله معروف مقایسه می‌کنم. می‌بینی یک تن ایستادن در مقابل حجمه فرهنگ حاکم بر اجتماع چقدر سخت است و چه نیروی عظیمی می‌خواهد. باید اعتراف کنم که پدرت، این مرد عاشق که شبیه شاهزاده سوار بر اسب سفید داستان سیندرلا نبود، در با وجود آمدن تصویر مثبت امروز من از بدنم و نقاط ضعفم نقش پررنگی داشت. پدرت برخلاف مردهای گذشته زندگیم یا همه اطرافیانم، من را همان طور که هستم دوست داشت و دارد. هر بار که جلوی آینه با نارضایتی و غرغر کنان از چینهای شکم یا ترکهای پوستم شکایت کردم، او مرا تنگ در آغوش کشید و زیبایی هایم را به رخم کشید. او من را نه به عنوان زنی که وظیفه‌اش فقط ارضای نیازهای جسمی اوست، بلکه به چشم انسانی دید که در کنارش به آرامش رسیده است. او من را زیبا دید و خواست. دقیقاً وقتی من را انتخاب کرد و خواست که آسیب دیده و ناامید احساس می کردم خواستنی نیستم. او به من ثابت کرد که عشق چهره زیبا نمی خواهد، بلکه قلبی بزرگ می خواهد. در آغوش او بود که من خودم را پیدا کردم و فهمیدم که نه یک جسم، نه یک زن، بلکه انسانی هستم که حق زندگی و لذت بردن دارم. او من را از بندهایی که خانواده و جامعه به پاهایم بسته بودند آزاد کرد تا همچون دو سار زیبا کنار هم پرواز کنیم. امروز ثمره عشقمان، یعنی تو را در آغوش بکشیم و حظ رشد نیلوفرانه تو را با هم ببریم. شکوفه سیب من، پدرت عاشق روح و شخصیت من است و ظاهرم را همین طور که هستم پسندیده و دوست دارد. این برای من یعنی آرامش و احساس امنیت خاطر محض. پایان فصل پنجم. دوستان عزیزم، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. لطفاً برای شنیدن قسمت‌های قبلی کتاب کانال پرشیا پادکست رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت و اشتراک گذاری از فعالیت‌های ما حمایت کنید.